شاگرده عزیز سلام علیکم. امید است که جور و تیار و صحتمند باشین و از گزند حوادث روزمره در امان. البته ما و شما درس کیمیای خود امروز شروع میکنیم. پیش از اینکه ما و شما راجع به درس امروز گپ بزنیم یا صحبت کنیم، اول من شما پرسان میکنم که موضوع درس قبلی ما چی بود؟ حتما میفهمین. آها میفهم، سمبول بود نه؟ بسیار خوب. آیا کسی هست که سمبول تعریف کنه؟ بسیار خوب. علامه اختصاری یک عنصر را برام چی یاد میکنن؟ برام سمبول یاد میکنن که البته ای بسوی جهانی قبول شده و تمام دنیا از سمبول ها استفاده میکنن یا کار میکنن. راجع به درس قبلی ما اینم قدر کفایت میکنن. آل امروز روی درس جدید خود ما و شما صحبت میکنیم. صنف هفتم، مضمون کیمیا، موضوعی که شما امروز میخوانین فرمول میباشه. حالا میبینید که ما و شما چی هدف داریم. امی که ما و شما فرمول میخوانیم، بالای فرمول صحبت میکنیم، میبینید که کدام اهداف ما باید برآورده کنیم. اهداف آموزشی، شاگردان الی اخیر درس قادر باشند تا چی کنن؟ فرمول تعریف کنن و فرمول های ساده مرکبات کیمیا بی را نوشته کرده بتنم. یعنی داخل ساعت شما باید تمامتان فرمول تعریف کنین و فرمول های ساده مرکبات کیمیایی را نوشته کرده بتنین. طرز درست نوشتن فرمول ها را یاد بگیرین. تا زمانی که شما فرمول های کیمیایی مرکبات ها یاد نگیرین، نوشته کرده نتونین، شما به هیچ وجه کیمیا را یاد گرفته نمیشه. پس سر از امروز شما درست نوشتن فرمول های کیمیا را باید یاد بگیرید. درک نمایند که فرمول های کیمیایی یکی از اشکال املایی کیمیا را افاده میکنند. شما باید بفهمین، شما باید درک کنید که امی فرمول های کیمیایی که تمام کیمیا رویش میچرخه یکی از اشکال املایی کیمیا میباشه. یعنی تا زمانی که شما فرمول ها را یاد نگیرید، در غیر از شما کیمیا را خوانده نمیتونید، کیمیا را یاد گرفته نمیتونید. خب این حال ما شما میاییم بالای اصل موضوع. تعریف فرمول، علامه اختصاری یک مرکب برام چی یاد میکنن؟ بنام فرمول یاد میکنن. یعنی برای ازی که ما فرمول یک مرکب کیمیایی نوشته کنیم، او را مختصر میسازیم و به نام فرمول کیمیایی را یاد میگیره که البته پسان باید بالای صحبت میگیره. تعریف دیگه که برای فرمول گفتن، مجموعی سمبول های تشکیل دهنده عناصر را در یک مرکب به نام فرمول یاد میکنن. عناصر متشکل یک مرکب یک جای میشه و یک فرمول کیمیایی مرکب را میسازه. مثلا گفتن فرمول آب، آب متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن می باشد و یا HCl تیزاب نمک. خود تیزاب نمک متشکل از هیدروژن و کلورین می باشد. این تعریف دومش. تعریف سومه، مجموعی عناصر تشکیل دهنده در یک مرکب به نسبت های معین برام چی یاد میکنن؟ برام به فرمول یاد میکنن. مجموعی عناصر تشکیل دهنده را در یک مرکب به نسبت های معین برام فرمول یاد میکنن. فرض میکنیم ما نشا میکنیم H2. اینا رو ما میسنجیم که نسبت های بین هیدروژن و کلورین چی اکسیژن به کدام شکله. نشا میکنیم هیدروژن بر اکسیژن مساوی. تعداد اتم ها را میبینیم، چند اتم است؟ دو اتم، دوی بر. و تعداد اتم های اکسیژن چند؟ یک اتم، دوی بر یک. یا اگر ساده تر نشه کنیم، هیدروژن به نسبت اکسیژن مساوی میشه دو به نسبت یک. و چهارم، هر فرمول کیمیایی نشان دهنده یک مرکب کیمیایی می باشد. یعنی هر فرمولی که بر هر مرکب کیمیایی ما نشان می گیریم، او دقیقاً یک چیز بر ما نشان می ده، یک فرمول کیمیایی رو نشان می ده. فرض می کنیم بازم می گیم که فرمول آب، آب
متشکل است. دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن می باشد یا تیزاب نمک HCl. متشکل است یک اتم هیدروژن و یک اتم کلورین می باشد. علام اختصاری یک مرکب برام فرمولیات می کنند. مجموعی سمبول های عناصر تشکیل ده در یک مرکب کیمیایی برام فرمولیات می کنند. مثلا آب، مثلا تیزاب نمک، مثلا سدیم کلوراید و امثالش. مجموعی عناصر تشکیل دهنده یک در یک مرکب به نسبت های معین به نام فرمول یاد میکنند که البته ما شما ای را اینجا نشان داریم و هر فرمول کیمیایی نشان دهنده یک مرکب کیمیایی می باشد. پس میکنیم میگم که فرمول کیمیایی آب H2، فرمول کیمیایی تیزاب نمک HCl و امثالش. به می شکل شاگردای عزیز، هرگاه ما و شما مدل مولکولی آب ما و شما نشان بدین، ببینین آب متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن می باشه. هرگاه اتم اکسیژن در وسط و دو اتم هیدروژن شه و دو طرف به شکل انحنا یه بانین یا قرار بدین، اینی فرمول ساختمانی آب بر ما نشان میده. یعنی آب متشکل از دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن می باشه. حالا میاییم ما شما برای یک موضوع دیگه که عبارت از نایتریک اسید یا تیزاب شوره می باشه. ببینید تیزاب شوره متشکل از یک اتم هیدروژن، یک اتم نایتروژن و سه اتم اکسیژن می باشه. هرگاه ما و شما نسبت بین هیدروژن، نایتروژن و اکسیژن رو بسنجیم، یک به نسبت یک به نسبت سه می باشه. کنال اینمین موضوع را برزی که شما خوبتر فهمیده باشه، من این را بالای تخته بر شما عملا اجرا میکنم. نایتریک اسید، یک اتم هیدروژن، یک اتم نایتروژن و سه اتم اکسیژن. اینال اگه ما تعداد اتم های هیدروژن، نایتروژن و اکسیژن رو بسنجیم، یک اتم هیدروژن داریم، یک اتم نایتروژن داریم و سه اتم اکسیژن داریم. هرگاه ما شما نسبت بین اتم ها رو بسنجیم، نشان میکنیم هیدروژن به نسبت نایتروژن و به نسبت اکسیژن. اینا وقتی که به ترتیب فرمول ما نشان کنیم هیدروژن به نسبت نایتروژن به نسبت اکسیژن، ما اتم ها را از اینجا تعدادشان را پیدا میکنیم. چند اتم نای هیدروژن داریم؟ یک اتم. به زیر یا پایان نای هیدروژن نمیشه یک. علامه نسبت میمانیم. چند اتم نایتروژن داریم؟ یک اتم. یک نمیشه میکنیم. باز علامه نسبت میمانیم. چند اتم اکسیژن داریم؟ سه اتم. بسیار خوب. سه را نمیشه میکنیم. یعنی به خود نایتریک اسید یا تیزاب شوره یک اتم هیدروژن، یک اتم نایتروژن و سه اتم اکسیژن شامل. که اگر ما دوباره فرمول زیر نشه ببینید، یک اتم هیدروژن، یک اتم نایتروژن و سه اتم اکسیژن شامل. به این شکل ما شما میدانید که فرمول نایتریک اسید تیزاب شوره رو نشه کنیم. خب یک موضوع که دیگر باید شما متوجه باشین، او رو من امروی شما دمیان میمانم. زمانی که ما و شما فرمول کیمیایی یک مرکب نوشته میکنیم، باید کدام مسائل رو مد نظر بگیم؟ هرگاه تعداد اتمای هر اتمی که باشه، هیدروژن باشه، اکسیژن باشه، نایتروژن باشه، هر چی که باشه، هرگاه تعداد اتم ها یک اتم باشه، ما به هیچ صورت عدد یک در پیش رویش و طرف راست نوشته نمیکنیم. و هرگاه تعداد اتم ها از یک زیاد شد، پس میکنیم دو اتم شد، سه اتم شد، پنج اتم شد، ما در اون صورت او عدد نوشته میکنیم. فرض میکنیم این اینجا هیدروژن، نایتروژن و اکسیژن. هیدروژن چون که یک اتم ها سیج نوشته نمیکنیم، اگر نوشته کنیم فرمولا ما به حساب مقبول نمیایه. یا هیدروژن یک اتمه، به این صورت ما یک نوشته نمی کنیم. اکسیژن سه اتمه، سه را در پایین اکسیژن به حیث ضریب اتمی در پایانش نوشته می کنیم. H نوشته نمی کنیم، این یک اتمه نوشته نمی کنیم و اکسیژن سه اتمه سه را
نوشته میکنیم بسیار خوب. خون شاگردای عزیز، حتما شما درس کیمیا رو پامیرین. درس بسیار دلچسب بود، بسیار آموزنده بود. انشاءالله وقتی که این درس گرفتین، درس آینده که مشکل تر میشه او را خوبتر و بهتر یاد گرفته میتونین. این را من بر شما یک فعالیت از او را به حیث کارخانگی برتان میتونم. ببینین تعداد اتم های عناصر متشکل مرکباتی را که فرمول آنها در جدول ذکر است مشخص شدین. نوشته کده فرمول و نام. فرمول اول که نوشته کده H2O2، نامش هایدروژن پروکساید. فرمول دوم که نوشته کده کلسیم کلوراید. سومش C3H6O، اسیتون. کتمن، شما نام اسیتون شنیدین و زیاد امرای سر و کار هم دارین مثلا. و دیگر تیزاب گوگرد یا سالفوریک اسید می باشن. شما چی میکنین؟ نام از این اتم ها را نوشته میکنین و نسبت بین اتم ها را میسنجین که یعنی هایدروژن پروکساید کدام نسبت بین هایدروژن و اکسیژن موجوده. خون شاگردای عزیز، بازم من یک خلاصه برتان میکنم. فرمول اگر ما شما تعریف کنیم، علامه اختصاری یک مرکب برای چه میگه؟ برای فرمول بسیار ساده. یا مجموعی سمبل های تشکیل دهنده به یک مرکب که میگه برای چه میگه؟ به نام فرمول یاد میگه. مثلا فرمول آب. یا مجموعی عناصر تشکیل دهنده را در یک مرکب به نسبت های معین کیمیایی به نام سمبل یاد میگه. یا اینکه هر فرمول کیمیایی نماینگر اما شکل امرایی خود کیمیا را بر ما شما افاده میکنن. دیگر طریق نوشتن یک فرمول میباشه که ما شما باید فرمول را به شکل صحیح و واضح نوشته کنیم. هرگاه یک مرکب کیمیایی ما نسبت بین اتم ها را میسنجیم، پس میکنیم مولکول آب نسبت بین اتم های هیدروژن و اکسیژن از روی فرمول پیدا میکنه، بدن میمانه. خیلی مهی رو برتان نشه میکنم. هیدروژن به نسبت اکسیژن دو اتم داریم به نسبت یک. و دیگه یک موضوع مهم که من بر شما بگویم این میباشه زمانی که شما فرمول های کیمیایی رو نشه میکنین، هرگاه تعداد اتم ها یک اتم باشه به هیچ صورت نوشته نمیکنین، و زمانی که تعداد اتم ها از یک زیاد شد، دو شد، سه شد، ده شد، باید در اون صورت اونمو ضریب یا به حیث ضریب اتمی او را انتخاب میکنین و در پایین فرمول به طرف راست نوشته میکنین. خوش شاگردای عزیز، امیده که درس به کلی یاد گرفته باشین و از چرای بشار شما معلوم میشه که تا این دمی که شما مر امروی کردین حتما درس به طور کلی و خوب یاد گرفتین. انشاءالله کارخانگیتان انجام میدین، روز بعد میارین و به امید پیروزیتان خدا حافظتان.